اگر ممکنه بعد از من تکرار کنید، من قسم یاد می کنم، سوگند یاد می کنم که حقیقت را بگویم. من قسم یاد می کنم که حقیقت را بگویم. The whole truth. کل حقیقت و چیزی جز حقیقت نگویم. کل حقیقت و چیزی به جز حقیقت رو نگم. Thank you. متشکرم. حال یک سری سوالاتی از سوی وکلای دادستان از شما پرسیده خواهد شد و بعد اعضای پانل دادگاه سوالات خودشون رو برای شما مطرح خواهند کرد. خانم شاهد، متشکریم از اینکه به ما پیوستید. میدونم که آنچه که امروز شما درباره آن صحبت خواهید کرد بسیار دردناک است. بنابراین آنچه که شما مایل به بیان آنها هستید بیان کنید. لطفاً به ما توضیح دهید که در طی اعتراضات آبان چه اتفاقی افتاد و شما چگونه تحت تأثیر اون اتفاقات قرار گرفتید. یکی از جانباختگان آبان 98 هستم و شاهد تظاهرات. پسر من در آبان 98 در تظاهرات شرکت می‌کرد به خاطر ظلم و فسادی که در ایران وجود داشت و برای من تعریف می‌کرد که چه اتفاقاتی افتاده، از جمله اینکه افراد تعلیم دیده وسیله مانند فندک ولی بزرگتر از فندک زیر قفل بانک‌ها می‌گرفتن و باعث رعب می‌شدن و بعد به بانک‌ها هجوم می‌بردن. یا خودم شاهد این بودم که افرادی رو با لباس شخصی در ماشین بدون آرم، همه‌شون مسلح بودن، اسلحه داشتن، ماشین پیاده می شدن و هر کدوم پراکنده می شدن و به طرفی می رفتن و بهشون با صدای بلند سفارش می کردن که هر کی رو دیدین با تیر بزنید. و یا شاهد تکتیر اندازی بودم که روی یکی از آپارتمان‌های بلند بود و مردم رو هدف قرار می داد. پسرم در روز دوشنبه 27 آبان وقتی به منزل برمیگشت دستگیر شد توسط نیروهای لباس شخصی. شب به منزل نیومد، خیلی نگران بودم. صبح رفتیم نیروی انتظامی کلانتری یگان ویژه و خیلی متاسفانه رفتار بدی داشتن و هیچ کدوم پاسخگو نبودن. یکی از پدر بچه‌هایی که دستگیر شده بود به من گفت که به صدات فرماندهی و چون که بچه‌های دستگیر شده رو اونجا بردن. وقتی رسیدم جلوی در صدا، تعداد زیادی از پدر مادرام اونجا بودن که سراغ بچه‌هاشون رو می‌گرفتن. متاسفانه هیچ کس پاسخگو نبود. فقط به مردم می‌گفتن برید و اگر بچه‌هاتون بی‌گناه باشن تا بعد از ظهر برمی‌گردن. اگرم گناهکار باشن انتقال پیدا می کنم به زندان فشاریه. دو سه ساعتی اونجا بودم، برگشتم به منزل. پسرم بعد از ظهر 28 آبان بود اومد به منزل که اثرات باتوم رو تنش و دستش بود و حال خیلی بدی داشت و شوک روانی شدیدی رو داشت. البته اونو با تعهد که گرفته بودن ازش آزادش کرده بودن. طبق گفته پسرم یکی یکی هوشیار رو بررسی می‌کردن و هر رسی که مورد مشکوک توی گوشی بود
مورد مشکو بود انتقال میدادن توی زندان و هر کدومو که چیزی پیدا نمی کردن تعهد ازش می گرفتن و آزادشون می کردن. و طبق گفته یه پسرم شب قبلش که توی سپاه بودن سه تا از بچه ها رو زنده زنده آتیش زدن. بعد تعدادی از افراد که زخمی شده بودن و تیر خورده بودن اونجا بودن و کسی بهشون اهمیتی نمیداد و خونریزی داشتن. حالش خیلی بد بود و شوک روانی بدی به سر می برد. وقتی اومد خونه حالش خیلی بد بود. به خاطر همین روز بعدش بردمش پیش روان پزشک. روان پزشک متاسفانه به دکتر روان پزشکیش پاسخی نداد و به ما گفت که به خاطر شوک روانی شدیدی که بهش وارد شده احتمال خودکشی میره. دارو براش تجویز کرد که اونا رو مصرف کنه و گفتش که اگه تا چند روز بعد اگر بهتر نشد ببرینش تو یکی از بیمارستانهای روانی بستریش کنید. وقتی که از دکتر به منزل برگشتیم پسرم گفت مامان من توی این تظاهرات فیلم‌های تظاهرات هستم، اینا رو بازبینی میکنن، من احتمالاً میان دنبالم، منو یه جایی ببرید. اون موقع بردیمش به یه مکان دیگه. یکی از قرصاش متاسفانه گیر نمی اومد و ما دنبال قرصش بودیم. روز بعدش نزدیک ساختمون هلال احمد بودیم که تظاهرات بود. عده زیادی روی پرده تظاهرات بودن. ولی میدونی که نزدیک ساختمان هلال احمد بود هلیکوپتر به زمین نزدیک شده بود. و مردم رو پراکنده میکردن. اونایی که میدونستن پا به فرار میکردن یا فرار میکردن یا اونایی که نمیتونستن زخمی میشدن و کشته میشدن. اونا رو به تو ماشینای بدون آر مینداختن و با خودشون میبردن. اینقدر فشار روحی روانی متاسفانه روی پسرم زیاد بود که در یک آذر 98 خودش را حلق آویز کرد. و توی یادداشتی که گذاشته بود نوشته بود که این همه فشار رو نمیتونم تحمل کنم. و الان به ما زنگ زدن که ببین که بریم برای جسد. جسد رو انتقال داده بودن به سردخونه. دو روز طول کشید که جسد رو به ما تحویل دادن. تعهد از همون گرفتن تا جسد رو به ما تحویل دادن. توی برگه فوتش نوشته بود که ببخشید. توی اون گواهی چیزی از شکنجه و اون فشارا ننوشته بودن و فقط نوشته بودن فشار بر سر گردن. از من تعهد گرفتن که مراسم ساده برگزار کنیم. عده محدودی وجود داشته باشن توی مراسم و روی اعلامیه و سنگ قبرش هیچ مورد مشکوکی وجود نداشته باشه و ما همینطوری که اونا میخواستن برگزار کردیم.
در مراسم پسرم دو تا خانم چادری چند دفعه اومدن و سر زدن نشستن و به من میگفتن که مواظب رفتار و حرف زدنتون باشید. تهدیدا ادامه داشت، چه تلفنی چه پیامکی، تا اینکه من شکایت به دادگاه بردم. متاسفانه بر اثر رفت و آمدهای شدیدی که به دادگاه داشتم کسی پاسخگو نبود و در آخر پرونده رو مختوم اعلام کردن. اعتراض دادم. هر دفعه که می رفتم می گفتن که اعتراض در سیستم ثبت نشده. در آخر توسط حراست دادگاه از دادگاه منو بیرون انداختن و تهدیدم کردن که برای حفظ جون بچم نباید پیگیر پرونده باشم. منم به خاطر ترسایی که وحشتایی که بهم کرده بودن پیگیر پرونده نشدم. ولی تهدیدات بازم به همون شکل ادامه داشت. ممنون. Is she still speaking? هنوز دارن صحبت میکنن؟ هنوز صحبت میکنید خانم؟ من فقط یک سوالی دارم که موضوع برای ما یکم روشن شه. یه سوالیه که برای موضوع روشن شه. ممکنه بفرمایید وقتی که شما رفتید به دادگاه برای اینکه پرونده‌تون رو باز کنید، آیا با دادستان صحبت کردید؟ این فرایند رسیدگی در دادگاه به چه ترتیب بود؟ به کی مراجعه کردید؟ من شکایت نوشتم ولی فرستادنم به یکی از شعب. وقتی که رفتم که شعب پیگیر پرونده‌ام بودم و دادسرا که خودم فکر میکنم. ممکنه که حالا اعضای قضات، هیئت قضات از شما سوالاتی داشته باشن. آقای رئیس سوالی هست بفرمایید. آقای قاضی یعقوب سوال دارن از شما. خیلی ممنونم. دو تا سوال ازتون دارم. یک، وقتی که به دادگاه رفتید تا شکایت خودتون رو ثبت کنید، آیا به شما کاغذی چیزی دادن که مشخص بکنه که پرونده‌تون رو ثبت کردید؟ بله، من تو خدمات قضایی اعتراضم رو ثبت کردم. برگه ای ازشون بردم به خود دادگاه اینان ارائه دادم، برگه ای که گرفته بودم، ولی برگه رو اینان دیدم ولی می گفتن که توی سیستم چیزی نیامده و ثبت نشده. ولی به طور حضوری بهشون دادم. آیا شما اون کاغذ رو در اختیار دارید به عنوان رسید ثبت شکایت؟ نم داشته باشن، باید تو مدارک رو بگردم. خواستید براتون می فرستم. فکر میکنم که گرفتن از من، ولی اگه دوباره بخوام دوباره میفرستم. هم تاریخشو میدونم و هم ساعت و تاریخشو میدونم. از خدمات ارائه میگیرم و بهتون ارائه میدم. من به شما اطمینان میدم که نام شما در
اینجا ثبت نخواهد شد، صرف نظر از هر کاری که با اون کاغذ انجام بدیم، ولی مایلیم که اون کاغذ رو به هر حال دیده باشیم. یک موضوع دیگر، آیا شما از دادگاه خواستید که بگویند چرا میخواهند که شما یک مراسم ساده ای برگزار کنید و تعداد کمی در اون مراسم شرکت کنند و هیچ گونه مطلبی هم روی اون سنگ قبر نوشته نشه؟ نبودن، به خاطر مسائل امنیتی بود فکر میکنم، چون من هر سوالی که میکردن کسی پاسخگو نبود. خیلی ممنونم، متشکرم به خاطر کمکتون و به خاطر اینکه به اینجا آمدید و حضور پیدا کردید برای شهادت. خانم شاهد، من به شما تسلیت میگم از طرف کل اعضای دادگاه و تشکر میکنیم از اینکه به اینجا آمدید. من یک سوال فقط دارم که مربوط هست به اون مرکز فرماندهی که اشاره کردید. آیا شما هیچ اطلاعاتی دارید که اون مرکز یا ستاد فرماندهی رو چه کسی اداره میکنه؟ آیا بخش خاصی از دولت هست که اون رو اداره میکنه؟ نه، توسط سپاهه. ستاد فرماندهی متعلق به سپاهه. متشکرم. و همچنین شما کمی توضیح دادید در مورد چالش ها و دشواری هایی که با اون مواجه بودید و از در آخر این فرایند، ممکنه لطفاً به ما بفرمایید که آیا شما با مشکلاتی مواجه بودید در ارتباط با رفتن به محل دفن پسر خودتون؟ هم شما دچار مشکلاتی هستید با توجه به اینکه کل این فرایند خیلی برای شما دشوار بوده؟ من هیچ گونه فعالیتی ندارم به خاطر ترسا و تهدیدایی که در من به وجود آوردم. تو مراسم دفنش بود که اطلاعات اونجا بودن و بعد از اون بود که چند بار که رفتم سر خاک پسرم شاهد اون افراد بودم، ولی بعدش نه، چیزی ندیدم. ولی تهدیدات تلفنی و پیامی ادامه داره. آیا دیگر اعضای خانواده شما هم با تهدید مواجه شدند؟ بله. متشکرم خانم شاهد. و تهدیدایی که برای من بوده اینن همون تهدیدات برای خانواده‌ام هم رفته. Thank you, Madam Witness. I think that's it from the panel. Thank you. متشکرم خانم شاهد. به نظرم میاد که این تمام سوالاتی بوده که هیئت قضات داشتن. سوال دیگری نداریم. خانم شاهد خیلی ممنونیم از حضورتون. سوال دیگری نیست. متشکرم.